شما در نامه‌ای به سران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت خواستار اقدام فوری اونها شدید برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که اعتصاب قضا کردن. میشه لطفاً کمی بیشتر درباره این نامه و تأثیر احتمالی اون توضیح بدید؟ ابتدا سپاسگزارم از دعوتتون برای شرکت در برنامه و درود می‌فرستم به شنوندگان رادیو فردا و همیهنان عزیزم در کشور و در سراسر جهان. همطور که اشاره کردید، خب بار اولی نیست که این گونه نامه ها فرستاده میشه به سران کشورها، ولی با توجه به ضرورت امر و شرایط آنی که واقعا همه رو نگران کرده، گذشته از مسئله که زندانیان سیاسی هستن، اما وضعیت وخیم مزاجیشون هست به علت اعتصاب قضا و یکی دو نفرشون که واقعا خیلی نزدیک هستن به مرگ حتمی اگر آنن اقدام نشه، و بنابراین جهت تسریع این مسئله و تأکید بیشتر رو اهمیت موضوع لازم دانستم که چنین نامه‌ای رو به سازمان ملل بفرستیم، به خصوص به کشورهای کلیدی که بتوانند از تمام اهرم‌های ممکن فشار استفاده کرده و نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به پاسخگو بودن و جوابگو بودن در ارتباط با این وضعیت. حال قابل پیش‌بینی نیست که تا چه حد نظام میتونه عکس‌العمل نشون بده و یا نده، ولی قدر مسلم با توجه به اینکه امروز همیهنانمون فضای مجازی و به طور کلی فعالان مختلف مدنی چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی آگاه هستند و بیشتر آگاه میشن از این موضوع، عدم پاسخگویی یا عدم اعتنای نظام براشون هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت. مثلا شاهزاده، خیلی تاکید فعالیت‌های شخصی خودتون و هم از طریق شورای ملی ایران رو بر روی موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی معطوف کردید. این تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران به چه دلیلی هستش؟ یکی از مهمترین مسائلی است که فکر می‌کنم مردم جهان از هر کشور و از هر فرهنگ و از هر باوری که باشن، یک امری است که همگی ما رو به عنوان انسان به هم وصل می‌کنه و فکر میکنم یه خواسته همیشگی هر انسانی است که دارای سری حقوق بدون برو برگرد باشه که در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عناوین مختلف دقیقاً ذکر شده و اشاره شده که این حقوق چه دو حقوقی هست برای یک انسان، برای یک شهروند. و بنابراین خب طبیعی است که در کشوری مثل ایران که متاسفانه این وضعیت به طور کلی بسیار وخیم هست، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات و سکولار باید این باشه. به هر حال بدون دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست پیدا کرد و بدون حقوق بشر هم نمیتوان دموکراسی راستین داشت. اینا همه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. فکر نمی‌کنم که شرایط امروز در داخل کشور اثر خودش رو در این خواسته و انتظار همیهنانمون نگذاشته باشه به خاطر این نقض فاحش حقوق بشر در تمام زمینه‌های ممکن، که بدیهی‌ترینش عدم برابری زن و مرد هست در کشورمون، برخورد نظام با انواع اقسام جریانات قومی یا مذهبی، و آن چیزی که امروز ثابت کننده این مهم هست و عکس‌العمل خود همیهنانمون هست. نمونه اخیرش در همین چند هفته گذشته در شیراز و در پاسارگاد بود که همیهنانمون با گویش‌های مختلف از تیره‌های مختلف آمدند و بازگرداندن مسئله رو به زمان کوروش کبیر و اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون زمان بود و اهمیتی که همه یک ملت هستیم، همه ایرانی هستیم، و همه اینا برمیگرده به این اهمیت دادن به این که این خواسته و این حق بشری ازشون سلب شده. بنابراین جزء اولویت‌ها بوده و هست تا اون روزی که ما بتونیم یک بار برای همیشه نقض حقوق بشر رو به هر گونه ایش در داخل کشورمون کاملا از صحنه پاک بکنیم و هرگز دیگر کوچکترین تبعیضی، کوچکترین زندانی به خاطر باور و عقیده‌ای در کشورمون نداشته باشیم. و این جزء اهداف من، نه تنها من بلکه میلیون‌ها ایرانی آزادیخواه و وطن پرست بوده، هست و خواهد بود. اشاره کردید به مراسم روز کوروش، اصطلاحاً روز کوروش در پاسارگاد در هفتم آبان، حالا شعارهایی هم که اونجا سر داده شد.
بعضن و بازداشته هایی که اونجا رخ داد. شما در این هفته های اخیر، در ماه های اخیر خیلی در واقع فعال بودید در راه اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از فکرها، از افکار و عقاید مختلف در ایران. ولی حالا که اشاره میکنید به مراسم روز کوروش، حداقل درباره بازداشتی های اون روز شما بیانیه‌ای صادر نکردید یا اظهار نظری نکردید. دلیل این مسئله چی هستش؟ حمایت و پشتیبانی و بیشتر منعکس کردن این شعارها و یا این خواسته ها جزء کار همگی ما بوده و مقدار زیادی بهش پوشش داده شد. از طرف دیگر بعضی وقتا باز رعایت این امر کرد که بیدلیل عده‌ای رو بیشتر از آنچه که خودشون رو به خطر میندازن یا ریسک میکنن یه مقدار از این مسئله جلوگیری بشه و به حال خودش گذاشت تا به این بهانه نظام نگه که خب شما وصلین به اپوزیسیون، نه شما نمیدونم به فلان کس ارتباط دارید، و این خودش بشه یه بهانه‌ای برای زندانی کردن افراد و یا تحت فشار شدید قرارشون دادن. بیشتر از این ملاحظه بود، نه عدم اهمیت یا عدم توجه. امیدوارم تفاوت این موضوع روشن باشه برای همینا. حکومت میتونه این اتهام رو درباره تمام افرادی که شما ازشون حمایت میکنید بزنه، تمام زندانیان سیاسی یا عقیدتی که شما ازشون به نام اسم میبرید و ازشون حمایت میکنید؟ خب در این مورد به خصوص چون عده زیادی بودن که مستقیما به خود من اشاره کردن، دیگه در این نبود که بیش از این مسئله رو مشخص‌تر بکنیم، که میگم باز بهانه بیشتری باشه برای نظام. به الا همونطور که الان دارم بهتون میگم، مسلما فکر میکنم بیان یک خواسته، خواسته به حق هممیهنانمون برای مطالباتشون در تمام زمینه‌ها یک امر طبیعی باید باشه. هرچی باشه تمام اساس بحث ما رو حق انتخاب، حق رای دادن، حق بیان هست، دقیقاً چیزی که نظام جمهوری اسلامی مخالفش هست و جلوشو میگیره. تمام داستان آخرش به اینجا میرسه و در جایی که نظام داوطلبانه حاضر نیست که صحنه قدرت رو ترک بکنه، برمیگردیم به اینکه چگونه با این نظام میشه مقابله کرد. و این بیانی که میبینیم در عناوین مختلفش نمونه است از یک سو از اون حس میهن‌پرستی، هویتی که مردم میخوان داشته باشن به عنوان ایرانی بودن در تمام این گسترده مزاییک اجتماعی که در کشور ما هست، از دوران دیرینه بود و در آینده هم خواهد بود، و همه رو به هم از این لحاظ یک پارچه و نزدیکتر میکنه. ولی بیان گفته و حمایت از این خواستا وظیفه همگی ماست که یکدیگر رو بتونیم حمایت بکنیم و با هم یک سو و هم صدا بشیم، چون نهایتا آنچه که تاریخ ثابت کرده به خصوص در مقابل حکومت‌ها و نظام‌های استبدادی، یک پارچگی و مقاومت مشترک مردم هست در مقابل این استبداد. و بیان این خواست به شکل مشترک که خیلی فراتر از یک سلیقه شخصی یا یک خواسته یک جناح خاص یا یک گروه خاص است، بلکه این در الان در سطح کل کشور و ملی هست به مفهوم اخصی کلمه. بنابراین این همبستگی بسیار کلیدی است و حمایت از این خواسته ها وظیفه همگی ماست. در هفته های اخیر دو بیانیه علیه شما توسط افرادی که خودشون رو طرفداران قدیمی شما و نظام پادشاهی معرفی میکنن منتشر شده. میشه گفت که اتفاق واقعا بی سابقه ای بود. نظرتون چیه در این رابطه؟ ببینید، نگاه من به مردم ایران هست، نگاه من به خواسته هممیهنانمون هست. من فکر میکنم کشورمون بالاخره یک روزی باید برسه به اون سرحدی که پایه و اساس یک حکومت بر مبنای خواست و اراده مردم باشه، یعنی حکومت برآمده از مردم. اصلا نهایتا دموکراسی همین است، حکومت مردم بر مردم. هیچ نظامی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه بدون اینکه این حق رو به مردم یک کشوری بده، شهروندان اون مملکت بده، که در تعیین سرنوشت خودشون، شکل نظامشون، رهبرانشون، نمایندگانشون تصمیم گیر باشن. و این برمیگرده دقیقاً به آنچه که یک فضای واقعاً باز سیاسی هستش با تضمین تمام آزادی‌های ممکن من جمله آزادی‌های سیاسی، که به هیچ نحوی ما هرگز به شکل مطلوب و کامل در کشورمون نداشتیم. و بنابراین فکر کنم در نگاهی که به آینده کشور داریم، این بستر مشترکی است برای کسانی که اعتقاد دارن که چنین آزادی در گروه داشتن یک نوع حکومتی است که واقعاً معرف مردم باشه، که
در واقع بخوام ترسیم بکنم، مدل هزار تا مدل که در دنیا نیست، اساسا نظام های پارلمانی دولت های مختلف هستش که امر کلیدی اینجا مسئله سکولار بودنشه، یعنی جدایی دین از مسئله حکومت، که یک امریست که ثابت شده در جهان که شما نمیتونید یک ایدولوژی رو، حالا چه مذهبی چه دیگری رو، یک ایدولوژی رو قائم بکنید و در قالب قوانین دارید و انتظار داشته باشید که تبعیض در نتیجه این همچین امری به وجود نیاد. برای همینه که بایستی کاملا این دو چیز از هم جدا باشه اگه میخواییم حق همگی یکسان رعایت بشه. خب این خواسته هاییست که در طول تاریخ در تمام سرتاسر دنیا دیدیم، در ایران خودمونم دیدیم. ایران داشت به اون سو میرفت در انقلاب مشروطیت بیش از یک سده پیش، اولین کشوری بودیم در منطقه که این نظام استبدادی رو تبدیل کردیم به این نظام پارلمانی و مشروطه. متاسفانه نوسان‌های مختلفی داشتیم، هرگز نتونستیم جو سیاسی رو اونطوری که باید و شاید آزاد بکنیم. بحران سیاسی پیش اومد، متاسفانه نتیجه اون بحران تبدیل شد به یک نظامی که بعد از 37 سال امروز مردم چهره واقعیش رو کاملا درک کردن و میخوان برگردن به جهت همون ترقی و پیشرفت، متا همچنان دست پیدا نکردیم هنوز به یک حکومت واقعا آزاد. و این هدفی است که امروز در جلوی چشم من هست و همیشه هم گفتم من آنچه که به نفع ایران میدونم همیشه دنبال خواهم کرد. این وسط هیچ منفعت شخصی ندارم که بخوام ازش دفاع بکنم و هر کسی غیر از این فکر بکنه یا هدف رو غلط در نظر گرفته یا برداشتش از حداقل آنچه که بینش و یا باور من هست غلط بوده. بنابراین من وارد تفسیر که کی از چی میگه نمیشم، اون رو قضاوتش رو به عهده معذرت میخوام همیهنانمون میسپارم، ولی برای من کاملا هدف مشخصه و قبل از هر چیزی رسیدن به شرطی است که مردم ایران بتونن در تعیین سرنوشت خودشون آزادانه دخیل باشن، یعنی همون شرایط انتخابات آزاد. به همین دلیل هم بود که شورای ملی رو تشکیل دادم که این هدف رو بتونیم بهش برسیم، چون تا این شرایط در مملکت پیش نیاد غیر ممکن خواهد بود که خواست مردم رو بتوانیم اندازه بگیریم و تنها راهش صندوق رای هستش و این حکومت هم طور که گفتم هرگز این دست به چنین کاری نخواهد زد. و به همین دلیل هستش که امروز گذشته از بیان اهداف و آرمان‌هایی که بهش اعتقاد داریم، یک مبارزه مدنی مقابله با این نظام هست و وادار کردنش به عقب نشینی تا سرحد شکست کامل، تا چنین فضایی رو بتونیم نهایتا بهش دست پیدا بکنیم و در فردای این و همیهنانمون مجددا در موقعیت تصمیم گیری برای خودشون قرار بگیرن. بقیه‌اش هم که خب مردم تصمیم خواهند گرفت در تعیین سرنوشت آینده خودشون. شاهزاده، شما البته الان به مقوله سکولاریسم اشاره کردید. شما در گفتگوی اخیرتون، گفتگویی که هفته گذشته با نشریه کیهان چاپ لندن البته داشتید، اشاره کردید که یعنی همزمان هم تاکید کردید به سکولاریسم به عنوان یکی از پایه‌های حکومتی که مطلوب می‌دونید برای ایران، و در این حال اشاره کردید که در یک ایران آزاد روحانیت هم جایگاه خودش رو خواهد داشت، ولی همزمان به شدت علیه افرادی که اونها رو اسلام ستیز معرفی کردید موضع گرفتید. خب خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون مصاحبه شما نوشتند که چطور شاهزاده برای روحانیت و اسلام در یک ایران آزاد جایگاهی قائل هستند، اما برای افرادی که اونها رو اسلام ستیز میدونند همچین جایگاهی رو نمیپذیرند. شما دارید دو تا چیز مختلف رو با هم قاطی میکنید. ببینید در تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان مگر نهادهای مذهبی مشارکت خودشون رو یا حضور خودشون رو به نوعی در جوامع خودشون ندارن؟ از فرانسهش بگیرید تا امریکاش، از ژاپنش بگیرید تا کاناداش. این هیچ ربطی به مسئله این که در قوانین کشور مشخص باشه که مسئله دین از مسئله حکومت جداست فکر نمی‌کنم باعث گیجی یا سردرگمی باشه. ولی خب خیلی ها میگن که اگر شاهزاده در برابر اسلام ستیزان موضع میگیرن، یا در واقع اگر به نفع یعنی یک جایگاهی برای اسلام قائل هستند، خب یکی از شروط سکولاریسم این هم هستش که خب بعد برای مخالفان اسلام هم همون جایگاه رو قائل باشن، نه اینکه علیه مخالفان اسلام یا اسلام ستیزان به قول خودتون موضع بگیرن ولی علیه روحانیت مثلا به عنوان مثال همچین موضعی نداشته باشند. اصولا هر نوع برخورد خشونت‌آمیزی به نظر من
مسئله آزادی بیان نیست. شما میتونید آزادی بیان داشته باشید. در یک کشورهایی میگن مثلا فرض بکنید یک جریانی هست خودشو نئونازی تلقی میکنه یا کلوکلاکسن، آزادی بیانشو داره، ولی آیا این بیان یک بیان قابل قبول هستش؟ الان خیلی قوانین هست در کشورهای غربی که اصولا اگر شما یک برخورد فاشیستی داشته باشید این جزء حقوق طبیعی شما نیست در بیانتون، غیر قانونی تلقی میشه. من اینجا دارم صحبت اینو نمی کنم که یک کسی ممکنه مخالف مذهب باشه یا اصلا آته باشه، اصلا باور و اعتقاد مذهبی نداشته باشه، اون امری صلاحیده. ولی ستیز کردن به مفهوم یک نوع دعوت به توحش، یک نوع دعوت به یک برخورد خشونت‌آمیز، اون از یک جریان دیگری صحبت میکنه. اون مسئله نیست که شما ممکنه به عنوان فرد بگید خب من اعتقاد و باور مذهبی ندارم یا به این مذهب اعتقاد ندارم، بسیار خوب میتونین رو بیان بکنید، ولی دعوت به ستیز کردن فکر نمیکنم یک فلسفه ایست که نشون دهنده تحمل و یا پلورالیسم باشه. احترام به عقاید دیگران اگه واقعا به این مسئله اعتقاد داریم دقیقاً همینه، ولی ستیز کردن یعنی یک رو دعوت به یک برخورد. خب چیکار داریم؟ اون نظر خودش رو، شما نظر خودتو داشته باش. این در سایه اون آزادی است که این تامین میشه. بنابراین من نه طرفدار مذهبم نه مخالف مذهبم، اصلا موضوع این نیست. موضوعی که اگه باوری داشته باشین داشته باشید، ولی باور خودتون رو بخواید استفاده بکنید برای ضربه زدن به یک باور دیگر، این سوالی است که از عموم میکنم آیا واقعا این آینده است که میخوایم در کشورمون داشته باشیم؟ یا اگه فردا فرض بکنید در کشور آزاد و دموکراتیک ایران که سکولار هم هست و جدای دین از دولت هست و تمام مذاهب من جمله مذهب اسلام تو کشور آزاد هست و انتخاب این که این باور رو داشته باشن یا نداشته باشن، یا فرض بکنید پوشش مذهبی داشته باشن یا نداشته باشن، یک زن بخواد حجاب سرش بکنه و یا نکنه، این جزء انتخاب اون شخص است و جامعه باید به این حق احترام بگذاره و این زمینه رو تو مملکت باید تضمین کرد، این دعوت به پذیرش پلورالیسم و تولرانس هستش. در صورت که اینو برخوردا بوی یک عدم تولرانس یا تحمل رو میده و حتی یک نوع فاشیسم دیگری رو میتونه بیانگرش باشه. ما نمیتونیم بگیم که در از یک سو مخالف یک فاشیسم مذهبی هستیم که الان هست، ولی رو بخوام جایگزین کنیم با یک برخورد به نوع دیگرش فاشیست. نه این درسته نه اون، به نظر من البته. در همین مصاحبه شما اشاره کردید که ترجیح میدید همین جمهوری اسلامی، همین حکومت روی کار بمونه اگر قرار باشه ایران با اسلام ستیزی آزاد بشه به گفته شما. آیا نگرانی شما، چون بعضا این مسئله مطرح شد، آیا شما نگرانیتون برای اسلام بیشتر از نگرانیتون برای ایرانه؟ مفهوم این صحبتتون آیا این بود؟ نه خب ببینید، باز دوباره این تحریفه و به نظر من یه ده حالا یا با غرض یا بی غرض دارن یه حرفی رو میزنن که من نزدم. البته عین این جملتون بوده، شما، من خودم اون مصاحبه رو گوش کردم، گفتید اگر قرار باشه این جمهوری اسلامی با مشکل ما در ایران با اسلام ستیزی حل بشه، من ترجیح میدم که همین جمهوری اسلامی روی کار بمونه. در واقع چیزی که دارم بهتون میگم که باز تکرار میکنم، اگه قرار باشه این نوع فاشیسم با یه فاشیسم از نوع دیگریش جایگزین بکنیم، اون که نمیشه راه حل. و الان که هست، ما اصولا باید این برخوردهای فاشیستی رو از بین ببریم به طور کلی، حالا چه فاشیسم مذهبی باشه یا فاشیسم ضد مذهبی یا ضد قومی، مثلا ضد این بودن یا ضد اون بودن، ما هویت خودمون رو داریم، ولی نمیتونیم تعریف آینده و هویت خودمون رو با ضدیت با بقیه بیان بکنیم، این که معنی نداره. یه برخورد به نظر من علامتی از متمدن بودن یا احترام به دیگران گذاشتن نیست. ما کار خودمون رو بکنیم، چرا بس این وسط همیشه رو در یک ستیز ببینیم؟ ما فارسیم، برای اینکه فارس باشیم باید ضد عرب باشیم مثلا؟ آخه چه معنی داره این برخورد؟ اجازه بدید از این بحث بیام بیرون به عنوان بحث آخر. خب بعضا این مثلا مطرح میشه توسط تعدادی از منتقدانتون، به خصوص در این دو بیانیه که قبلا اشاره کردم، که گفته میشه شما حالا در تولد 21 سالگی خودتون سوگند پادشاهی خوردید، ولی الان خودتون رو سالهاست که یک شهروند عادی معرفی میکنید. آیا شما سوگند پادشاهی خودتون رو پس گرفتید؟ ببینید، گذشت زمان
و شرایط عینی مملکت و آنچه که میتونه نهایتا وضعیتی باشه که نفع جامعه هستش، یک تشخیصی است و یک تصمیمی است که بایستی بهش رسید. خب من در گذشته زمان خیلی چیزایی رو در عمل دیدم که اون زمان که 20 سالم بود و شرایط خیلی تازگی داشت، شاید به این شکلی که الان میبینم نمیدیدم. شاید در یه مواردی آدم بتونه تغییر نظر بده. و به هر حال برای اونایی که میخوان گیر بدن با آنچه که گفتم، اون زمان اگه خاطرتون باشه مسئله این بود که یه نهادی بود که در اون مملکت از بین رفت و بعد از طریق انقلاب حکومت اسلامی اومد و اون موقع تنها انگیزه بود که بگم به هر حال این نهاد اگرم هستش پشت به شما مردم نکرده. و در اونجا گفتم که این انتخاب این میراث رو به عهده همیهنانم هم میسپارم. مسئله برای من دغدغه پادشاهی از روز اول نبوده و نیست. حالا یه عده باور دارن به اون سیستم، خب داشته باشن. من قبل از هر چیزی به دموکراسی و آزادی و به همین سکولاریسم که کار دارم. ولی اینکه در آینده چه باید بشه، این یک بحثی است که مجلس مؤسسان بکنه، این بحثی است که باز همیهنانم هم بکنم. منم حق رأیم محفوظ این وسط و به موقعش اظهار نظر خواهم کرد. ولی این بحث الان یک بحث به نظر من خارج از گردونه محوریت اصلی بحث مشترک همه ما ایرانیانی که به آزادی میخوایم دست پیدا بکنیم هستش. و اصرار کردن به اینکه سر شکل نظام بحث بکنیم به نظر من انحراف هست از آنچه که هدف بسیار مهمتری است، اونم به آزادی رسیدن. من به این مسئله همیشه اولویت دادم و همچنان هم خواهم داد تا اون روزی که ایران آزاد بشه. به عنوان پرسش آخر شاهزاده، در همین گفتگوی اخیر با کیهان لندن اشاره کردید که اگر بخواید نقشی در مملکت داشته باشید نمیتونه، یعنی در ایران داشته باشید، در یک ایران آزاد نمیتونه یک نقش سمبولیک باشه که به درد کسی نخوره. و بعدش بلا فاصله اضافه کردید که مایل هم نیستید که دولت تشکیل بدید و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی رو اجرا کنید. خب شما دقیقاً می‌خواید در یک ایران آزاد چیکاره باشید شاهزاده؟ اونو میگم، اون موقعی که به اون شرایط رسیدیم باز اصلا ببینم که وضع چی هست، آیا هنوز کاری از دست من برمیاد به عنوان یک ایرانی تو مملکت، که این اتفاق بیفته. خیلی سوالات به قول معروف زیادی هستش که در اون زمان بایستی. من تنها چیزی که دارم الان به شما میگم و به همه الان میگم این هستش که تنها چیزی که الان مهم هست و اهمیت داره مبارزه برای دست پیدا کردن به آزادی است. ما هنوز مملکت آزاد نشده به فکر این که فردا کی میخواد چیکاره بشه، من جمله بنده. الان مسئله ما اون نیست، مسئله قبل از هر چیزی آزادی کشوره. اگه سر آزادی کشور بحثی داریم اون دیگه یه داستان دیگری است. ولی اگر نداریم، من توجه و تمرکز حواسم به این مسئله است. بقیه هستن که اصرار دارن از من بپرسن فردا میخواد چیکار بکنیم یا نکنیم، که من به فردا کار ندارم، من به الان کار دارم که الان به کجا میخوایم برسیم وانگهی. ولی در مورد همین موضوعی که شما الان اشاره کردید، خب بسیاری از همیهنانم هم میگم فلان کس رو پشتیبانی میکنیم به خاطر نظراتی که داره، به خاطر اهدافی که داره، و یک جوری اگر بخوان من رو بذارن تو اون به اصطلاح جعبه و یا باکس به اصطلاح یک نظام پادشاهی که یک مقام سمبولیک هستش و به هیچ نوعی نمیتونه اظهار نظر یا دخالت بکنه در هیچ چیزی، برای که خب تنها راهیست که یه همچین سیستمی تونه همچور باقی بمونه. من از خودم میپرسم که آیا واقعا این بهترین راهیست که میتونم به کشورم خدمت بکنم، یا این تجربیاتی که در این دوران به دست آوردم رو بتونم به کار بگیرم به عنوان یک انسان فعال و دخیل در صحنه و فضای سیاسی کشورش. نه الزاماً در یک موضع مدیریت به فرم دولتی و حکومتی، ولی در زمینه‌های زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌هایی که در کشورمون لازم هست که متاسفانه بسیار بهش لطمه خورده و فرسوده شده. و این تجربیات به نظر من اون چیزیست که کشور ما لازم خواهد داشت و در این زمینه خیلی بیشتر میتونم مؤثر قرار بگیرم. البته برداشتی و نظریست که نسبت به خودم و آنچه که به نظر من بیشترین خدمت به اون کشور از جانب من میتونه باشه هستش. خب دیگران میتونن نظر خودشون داشته باشن، اختلاف نظرم با این گفته من داشته باشم، بسیار خب، من که نظر خودم رو به هیچ کسی تحمیل نمی کنم، ولی حرفم خودم رو میزنم، خیلی رک و پوسکنده میزنم و تصمیم رو به عهده همیهنانم واگذار میکنم. ولی این رو هم بگم، به همون اندازه‌ای که من حرف خودم رو به کسی تحمیل نمی کنم، کسی هم حق نداره نظر خودش رو به من تحمیل بکنه، چون نقض حق من هست، چه از نظر حقوق بشری مربوط به خودم، چه به عنوان یک انسان آزاد که زیر بار هیچ زور هیچ کسی و نخواهد رفت.
مگه نتونم از خودم دفاع کنم فردا چجوری بیام از حق شما دفاع بکنم؟ خب بینندگان گرامی، مصاحبه کامل شاهزاده رضا پهلوی رو با هم دیدیم. دو روز پیش در زمینه تخریب فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی، پروفسور سیامک شجاعی مطلبی رو عنوان کردند که کوتاه آن را می‌شنویم و می‌بینیم. میهنان ارجمند در این ولوشو رژیم هم ساکت ننشسته و بسیاری رو با لباس دوست، با لباس نیش، یعنی گورکای رو باز در درون نیروهای مبارز وارد میکنه و هر روز سعی میکنه که ما رو به حاشیه برسونه. امروز من تصور میکنم، باز هم عرض کردم جناب پارسا، که فقط و فقط در سایه یک رهبری ملی قاطعانه، رهبری که مردم ایران اون رو در سطح جهان به ثبت برسونن، میشه از همه دسیسه های بین المللی علیه سرزمینمون جلوگیری کرد و میشه مزدوران داخلی و خارجی رو که بازیچه دسیسه گران بین المللی هستن و هر روز به شکلی با جامعه دیگر خودشون رو در این رادیو تلویزیون های فارسی زبان نشان میدن، بر سر جایشان نشوند و اونها رو خونسا کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، همیهنان ارجمند، امروز شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی که عمری رو برای نجات ایران مصرف کرده و به کار گرفته، به اعتقاد من تنها کسی است که میتونه به عنوان مظهر مبارزه برای براندازی کامل رژیم جمهوری اسلامی ازش استفاده بشه. متاسفانه افرادی کوته بین، کوته نظر، هر روز و هر هفته به دنبال بهانه‌ای هستند که این نیروی ملی رو از ما بگیرن، خونسا بکنن و متاسفانه جانشین قابل قبولی هم وجود نداره. همیهنان، موقعیت بسیار حساسه، حملاتی که به ایشون میشه، بهانه‌های واهی که میگیرن، هر کلمه ایشون رو به شکلی میپیچونن، اونچه که مسلمه نشون میده که محبوبیت ایشون به عنوان یک سمبول ملی، نه به عنوان ارث و میراثدار پادشاهی، به عنوان فردی که میخواد در خدمت همه ایرانیان باشه، ایرانیان سوسیالیست، ایرانیان مذهبدار و دیندار، ایرانیان بیدین، ایرانیان راستگرا، ایرانیان جمهوری خواه، ایرانیان طرفدار پادشاهی و غیره، ایشون میخواد که به عنوان یک سمبولی در خدمت همه اونها باشه و این گروه های کوچکی که نتوانستن در طی این سالها به توده های عظیم مردم تبدیل بشن، متاسفانه متوجه نیستن و این محبوبیت فردی ایشون رو که ناشی از همین روحیه خدمتگذاری برای مردم است رو نمیتونن درک بکنن، ببینن و متاسفانه به بیراهه میرن. منافع و حب و بغض های کوچک شخصی همیهنان ارجمند این روزها قوقا میکنه. بازیگرانی که هرگز به حساب هم نمی آمدن این روزها با وقاحت به ایشون توهین میکنن. در حقیقت همیهنان ارجمند، به تنها شانسی که در طی این 100 سال گذشته داشتیم که از همه گذشته هامون، چه خوب و بد و چه تاریک و چه روشن، درس بگیریم و آینده‌ای بهتر بسازیم رو میخواهن از دست ما خارج بکنن. تا دیداری دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای ایران زمین میسپارم.